و حالا اینک اینجا من و شما به فاصله دو متر در کنار هم، ما یکدیگر را نمی شناختیم و این باور نکردنی است. این یک جنایت بزرگ فرهنگی است. فرهنگ ما را سوزاندند و ما را از یکدیگر جدا کردند. همین است که دیدار من و شما نیناچکا به یک ضیافت بزرگ می ماند. برای من امروز روز بزرگی است. نینا می خندد و دست سلاوا را می گیرد. سلاوا ادامه می دهد. ببینید، من ثمره و نتیجه فرهنگ و نتیجه و میوه فرهنگ شما نیستم، ساخته نسل شما نیستم. همان گونه که نسل آینده نوازندگان و موسیقیدانان فردای این سرزمین از من عبور نمی کنند. آنچه که مرا به شما پیوند می دهد چایکوفسکی و داستویوفسکی است که می توانند سوژه گفتگوی ما باشد، اما بولگاکوف نه، دیگران نه، تارکوفسکی نه. ما نمی توانیم درباره دیگران، بزرگانی که از ما بریده شدند، جدا افتادند، سخنی بگوییم و این جنایت بزرگی است. ما از هم جدا شدیم سیمین بانو. شما شهریار 26-7 سال پیش یا پیشتر را به یاد دارید و من هم سیمین جان راهروهای رادیو را، اما هیچ کدام به آن دو تصویر شباهت نداریم و چه حیف، چه حیف که قد کشیدن و پوست انداختن یکدیگر را در این سالها از نزدیک ندیده ایم. و حالا در سکوت این برهوت دیروز را مرور می کنیم، بی که خود دیروز را دیده باشیم، در کنار هم نفس کشیده باشیم. ما که از دو نسلیم و نزدیک نزدیک، در این سالها اما بسیار نبشته ایم. شادا شما در وحشت خانه و من در هراس غریبانه. با این همه هر دو از میلاد دوباره گفته ایم و اینکه دوباره می سازیم آن همه را با هم، اگرچه با استخوان خیش و یا یادوارهای ریش ریش. و همین امید شکافی است تا نور خود را به سیاهی تحمیل کند و همین از سنگینی درد کم می کند. و چه خوب، چرا که امشب شب سیمین بانوست که خود خود تلاست، شب آتش بازی غزل سیمین است، غزلی که تلا شده است. سبز باشه. دیداری داریم با یکی دیگر از شاعران بزرگ سرزمین ما، نادر نادرپور، که دردا دیگر با ما نیست. اصلا نمیخواستیم، اما گمان میکنم که نیروهای جادویی، نیروهای مرموز این همه را کنار هم گذاشتن تا سومین برنامه، برنامه شعر باشد. جهان یکی از شاعران بزرگش را از دست داد، ام سزر. کتابی که در دست من است سه تکه خواندنی دارد از ام سزر، به فارسی زیبایی برگردان